ساعت 10 شب تهران، چهارشنبه 9 آذر ماه 8 در خط خبرها. برگزاری تجمع همبستگی و حمایت از خیزش انقلابی در بیش از 200 دانشگاه جهان، حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری مهران سماک و سوم شورش نیکنام از جانباختگان خیزش انقلابی و واکنش سعید عزت اللهی به کشته شدن مهران سماک بعد از بازی تلخ دیشب با خبر فوت تو بیشتر دلم آتش گرفت. خوش آمدید، الناز کیانی هستم. در این مجموعه خبری کوتاه تازه ترین های خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی و واکنش های جهانی به اون رو خواهیم داشت. دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی تبار در بیش از 200 دانشگاه سراسر جهان اعلام کردند با برگزاری تجمعاتی از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. دانشگاه‌های استنفورد، جورج تاون، کالیفرنیا، آمستردام و سیدنی از جمله دانشگاه‌هایی هستند که تجمعاتی در آنها برگزار شده. حمایت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در حالی است که دانشگاه‌های ایران از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تا کنون کانون اعتراض و اعتصاب دانشجویان بوده است. همزمان با فراخوان دانشجویان و اساتید بیش از 200 دانشگاه جهان، دانشجویان و استادان دانشگاه های شهر برلین هم در حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و محکومیت سرکوب مردم توسط نیروهای جمهوری اسلامی مراسمی را در دانشگاه همبولت برگزار کردند. جامعه دانشگاهیان ایرانی و غیر ایرانی برلین از دولت و نهادهای علمی آلمان خواسته هر گونه رابطه با اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی را که از سرکوب ها حمایت می کنند متوقف کند. احمد صمدی در محل برگزاری مراسم در برلین با ما همراه شده. احمد، بیشتر بشنویم از تو از برنامه‌ای که وجود داره امروز. الناس، خب خیزش های سراسری که در ایران در واقع اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره، خب در واقع حمایت های بین المللی هم همزمان با اون ادامه داره و در آلمان این بار جامعه دانشجویان هستن که برای چندمین بار، البته باید اشاره بکنم که این برنامه های حمایتی خودشون رو برگزار میکنن. در گذشته هم جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های آلمان هم نامه ای رو خطاب به وزیر خارجه و همچنین صدر اعظم آلمان ارسال کردن که در اونجا هم خواستهای خودشون رو که حمایت از خیزش‌های مردمی و همچنین محکومیت این سرکوب‌ها و نیز خواسته‌های مثل کاهش روابط با رژیم جمهوری اسلامی رو درخواست کردن. اما این نکته‌ای که وجود داره، به هر حال این بار دانشجویان در یک اقدامی سراسری در جهان هست و همونطور که گفتی 200 دانشگاه در سراسر جهان این اقدام رو شروع کردن و در بیشتر هم شاید مناسبت اون با توجه به سرکوب‌هایی که در دانشگاه‌های ایران انجام شده، به ویژه در دانشگاه شریف که خب دیدیم که چه اتفاقاتی در اونجا افتاد و در بیانیه در پایانی که در این نشست ها داره قرائت میشه به موضوع سرکوب های که در دانشگاه ها و دانشجویان داره انجام میشه اشاره میشه. در برنامه امروز خب ما شاهد این بودیم که خب تصاویری از این دانشجویان ارائه شد و گفته شد که چه اتفاقی برای اونها افتاده. اینجا من مهمانی دارم، خانم دکتر مرضیه بهمنی، پژوهشگر، که دوست دارم بیشتر در خصوص برنامه امروز توضیح بدن. بله، امروز یک فراخوانی ما داده شد در بین تمام دانشجویان و دانش آموخته های ایرانی که خارج از ایران به سر میبرن تا دور هم جمع بشیم. هر کسی توی هر دانشگاهی که میتونه این بچه های رو دور هم جمع کنه تا بتونیم صدای مردم دانشجوها و دانش آموخته های ایران باشیم و بتونیم اگر خواسته هامون رو به گوش کسانی که میتونن کاری انجام بدن، دولت مردان کشور یا حتی خود دانشگاه ها برسونیم. بله،
سپاسگزارم از خانم بهمنی. این رو هم از اشاره بکنم که در خواسته هایی که در واقع مطرح شده، یکی بحث قطع روابط دولت و نهادهای دانشگاهی آلمان با افراد و نهادهایی که در واقع در جمهوری اسلامی از سرکوب ها حمایت کردن هست، مثل اساتید دانشگاهی یا اون دانشجویان بسیجی که به هر حال در اونجا حضور دارن، یا اقداماتی انجام بدن برای اینکه بتونن دانشجویان دانشگاه‌های ایران بتونن به خارج بیان و از بورس‌های تحصیلی استفاده بکنن، همچنین در واقع برنامه‌هایی رو در جهت آگاهی بخشی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بیشتر برگزار بشه. و خب این خیلی مهم هست و شاید مهمترین بحث اون هم بشه بهش اشاره کرد، همین بحث این که نهادها و لابی‌هایی که جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف داره از جمله در آلمان، در واقع اینها رو قطع بکنن، این لابی‌ها رو، دستشون رو، و دولت بتونه که رابطه‌شون رو با اونا قطع بکنه و زندانیان سیاسی که در ایران هستن از جمله دانشجویان، خبرنگاران، دولت آلمان خواسته که در این نشست مطرح میشه این هستش که فشار بیاره تا این زندانیان سیاسی هم هر چه زودتر آزاد بشن و به آغوش خانواده‌هاشون برگردن. چکم از احمد احمد صمدی همکارم از برلین آلمان همراه ما. بیش از 2000 استاد از صدها دانشگاه آمریکا هم در نامه‌ای سرگشاده شده از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند در واکنش به سرکوب اعتراضات در دانشگاه‌های ایران هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کند. 425 نفر از امضا کنندگان این نامه از استادان ایرانی آمریکایی هستند و نام 10 برنده جایزه نوبل هم در میان امضا کنندگان به چشم می‌خورد. دکتر مرتضی غریب، استاد هوافضا در مؤسسه فناوری کالیفرنیا و یکی از امضا کنندگان این نامه، گفتگویی با تیم علمی ایران اینترنشنال داشته. از دکتر غریب پرسیدیم که آیا حمایت از دانشگاهیان ایران در همین سطح متوقف می شود یا نه، و اینکه چرا دانشگاهیان مورد توجه قرار گرفتند. بشنویم پاسخشون. به احتمال زیاد ما اینجا وای نمیستیم که فقط این نامه باشه. من شخصا خودم در دانشگاهی که اصلا بیشتر از 35 جایزه نوبل برده و حدود 12 نفر هستن که اینجا باشون دارم کار میکنم که بتونیم مخصوصا اونایی که جایزه نوبل و زنان که جایزه نوبل بردن که به طور مستقیم بتونن از حق آزادی خواهی این خیزش که رهبران اونا اغلب زنان ایرانی هستن بتونن به طور مستقیم از کارهای اونا دفاع کنن و حمایت کنن. پس جواب من به شما اینه که بله، ما اینجا وای نستنیم. البته خیلی چیز هست که الان نمیشه گفت به طور واضح، ولی این گرفتن حمایت از دانشگاهیانی که مقام مهمی حتی تو کابینه یا ارتباط با کابینه آقای بایدن دارن رو شروع کرد. دانشگاه و دانشگاهیان همیشه، چه در رژیم سابق چه در رژیم الان، همیشه مرکز دادخواهی بودن، چون اونا به اصطلاح طبقه از روشنفکر هستن که مسائل رو زودتر باش آشنا میشن، زودتر میتونن حساسیت نشون بدن به مسائل غلط و اجباری که به دانشگاه و به جامعه اهمال میشه. و از این نظر امیدوارم روزی بشه که در یک آینده دموکراتیک، حالا از نظر خود شخصی من خودم معتقد به جمهوری مردم هستم، البته عقاید دیگری هم هست، ولی امیدوارم که این آزادی برای دانشگاهان که تو آمریکا میگه academic freedom اجرا بشه، چون فقط از اون راهی که ما میتونیم صنایع و علم و دانش رو که واقعا به درد جامعه ما میخوره پیش ببریم، نه فقط صنایع اتمی، بلکه صنایعی که میتونه مسائل محیط زیست، مسائل اجتماعی، مسائل پزشکی رو با قدرت فکری و واقعا دانشوری که مردم ایران دارن بتونیم مسائل حل کنیم به طور خیلی سریع، که بتونیم پیشرو باشیم با جوامع مختلف دنیا که در همین زمینه از کاربردار و کسانی که میدونن این کار رو چجوری انجام بدن استفاده میکنن. این هدف اصلی دانشگاهیانی که در آمریکا هستن هستش و دفاعی که میکنیم که هرچه زودتر به اون مقصد برسیم، به اون هدف برسیم.
دانشجویان دانشگاه گوته در فرانکفورت آلمان هم در حمایت و همبستگی از خیزش انقلابی مردم ایران در این دانشگاه تجمع کردند. سلام، امیدوار و ایران اینترنشنال میگیریم. ما در یونیورسیتی گوته فرانکفورت هستیم. اینجا ایرانیان تجمع کردند به خاطر حق و حقوق زنان ایران، زن، زندگی، آزادی، مرد بر اصل ولایت فقیه. اینجا دانشگاه گوته است، فرانکفورت. دانشجویان دانشگاه چالمرز در شهر گوتنبرگ سوئد هم با برگزاری تجمع از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و بازداشت شدگان حمایت کردند. یکی از شهروندان انزلی با ارسال پیام صوتی نحوه کشته شدن مهران سماک را روایت می‌کند، با این توضیح که این گزارش برای حفظ امنیت فرستنده بازخوانی شده. دیشب بعد از بازی همه در انزلی به خیابون اومدن، ماشین‌ها بوق می‌زدن. فرمانده نیروی انتظامی از داخل ماشین نیروی انتظامی با شاتگان زد توی صورت مهران و مهران ما رو کشت. اینها همه زامبیان، با هر زیبایی مخالفن. خانواده و جمعی از دوستان ارشیا امام قلی زاده، نوجوان 16 ساله‌ای که چند روز پس از آزادی خودکشی کرد، بر سر مزار او در هادی شهر آذربایجان شرقی گرد آمدند. امروز مراسم سوم شورش نیکنام از جان باختگان خیزش انقلابی در روستای قلعه جوقه مهاباد با حضور مادر، همسر و دختر کوچکش برگزار شد. شهید کردستانا.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فاطمه حبیبی و اهدی کیانی بازیگران تئاتر و تلویزیون بازداشت شدند. همچنین در روزهای اخیر سهیلا گلستانی که حجاب اجباری را از سر برداشته بود و حمید پورآذری کارگردان تئاتر بازداشت شده بودند. نغمه سمینی نمایشنامه‌نویس با اشاره به بازداشت آنها نوشته آنها می‌توانند تئاتری‌ها را بازداشت کنند، اما تئاتر را که نمی‌توانند بازداشت کنند. جمعی از دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در حمایت از حمید پورآذری و سهیلا گلستانی در دپارتمان نمایش و موسیقی این دانشکده تحصن کردند. حالا نوبت شماست، بشنویم روایت‌های شما را از این خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. خدایا راضیم به رضای تو، خدایا طاقت و صبر این مردم چقدر ستودنی است. 43 سال با همه ظلم‌ها و گرانی‌ها و کشتن‌ها و زندان‌ها و حقارت‌ها را دیدیم. دیگر بس است، ریختن خون این همه جوان بیگناه، آه و ناله و اشک مادران. اگر اقناع نشده اید از ریختن خون کودک 10 ساله هم خجالت نمی کشید. شما چه مزدوران و خونخارانی هستید که ملت خودتان را غرق در خون کرده اید. پایان هر سیاهی سفیدی است. یک مسئله خیلی مهمی که اینجا وجود داره قشر خاکستری که تو خونه ها نشستن و تعدادشون هم کم نیست. اعتقادشونه که رهبریتی وجود نداره. اینا هنوز از رهبریت ذهنشون گذر نکردن تو این سیستم. خواهش میکنم عزیزانی که اونور هستن یه اتحادی ایجاد بکنن و تلاششون رو بکنن که خب یه سری دولت ها آمادگی به رسمیت شناختنشون هم دارن. الان صحبتایی که من میکنم میگن که بابا اینا خودشون اتحاد ندارن، اگه انقلابم بشه بیان ایران ما چند سالم درگیری بین اینا داریم، نمیدونم اقلیت ها میان قومیت ها میان با هم درگیر میشن. ببینید یک تیم متحد خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بر افکار مردمی که دارن تو ایران زندگی میکنن. مردم رو به این باور برسونن که اگر انقلاب شد ما اومدیم ایران، ما دعوا نداریم بین خودمون، ما میایم که ایران رو از نو بسازیم، ما کنار هم هستیم و نهایت مردم رأی میدن برای کسی که میخواد بر اون کشور حکومت کنه. خواهش میکنم این ترس رو از مردم بگیرید. الان وقتشه که رهبری یا تیم رهبری شکل بگیره تا بتونه اونایی که تو خونه ها هستن رو هم بکشینه بیرون. ما خیلی داریم کشته میدیم. به خدا هر روز خودم هر روز تنم میلرز، احساس میکنم هر بار که زنگ خونم رو میزنن احساس میکنم اومدن ببرنم. من همه این احساس رو دارم. بازم ممنونم ازتون. سلام به خدای رنگین کمان. منو هلوش 50 تا 60 تا تیر فقط خالی کردن رو من پینتبال، کل بدنم کبوده و اصلا حال خوبی ندارم صحبت کنم. فقط خواستم شما رو در اطلاع بذارم که دارم خوب میشم و خودم رو درمان میکنم که به خیابونها برگردم. من هنوز زندم و برمیگردم. تک تکتون رو به هلاکت میرسونم. و یه چیزی درباره مردممون بگم. آهای مادران، آهای پدران، بذارید بچه هاتون به خیابان بیان. ببینید یه حرف راستی رو باید بهتون بزنم. چه شعار بدی چه ندی میزننت، چه بیای چه نیای تو خونه میزننت و هر کاری کنی میزننت. پس بذار با شرافت بزننت، بذار با شرافت انقلاب کنیم. بیاد بیرون فریاد بزنید، بگید زن زندگی آزادی. من
صدام دیگه در نمیاد. یه دونه پینتبال خورده تو گلوم. گلوم باد کرده و اصلا جالب نیستش. امروز من شهر زیبا بودم. منو به طور نافرم زدن. واقعا بابت این حکومت بچه کش هیچ نمیتونم بگم. و اینکه فشار رو همه خیلی هست. قبلا میگفتیم برای بچه‌های 90 70 ولی الان ما بگیم برای بچه‌های 1400، برای کیان و برای خدای رنگین کمان. سپاسگزارم ازتون، واقعا سپاسگزارم. در تصاویر ارسالی بیران اینترنشنال، رقص و شادی دانش آموزان مدرسه در سقز از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا دیده می شود. در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران که از طریق گروه هکری بلک ریوارد در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، علی خامنه ای با احساس خطر درباره تجمع‌های محل محور از سازمان تبلیغات اسلامی خواسته در مساجد محلی گروه‌هایی برای سرکوب آماده باشند. همچنین در این بولتن پیش بینی شده که روز 16 آذر ماه، روز دانشجو، تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار می‌شود. بولتن نویسان سپاه پاسداران بزرگترین دستاورد خیزش انقلابی را ریختن ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتبه پورمحسن. ترس حکومت از تک تک معترضین دیروز، امروز و فردا در خیابان. حکومتی که وعده زمستان سخت برای اروپا را میداد، حالا از ترس زمستان فروپاشی نظام میلرزد. ابعاد دیگری از بولتن سری خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه پاسداران. بولتن سری خبرگزاری فارس برای سردار حسین سلامی که در هک این رسانه وابسته به سپاه پاسداران به دست گروه هکری بلک ریوارد به دست آمده، بخشی از اسرار نظام را درباره خیزش انقلابی مردم فاش می کند. بعد از جنگ اوکراین و تحریم نفت روسیه و کاهش صادرات گاز این کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی با خوشحالی به هوادارانشان وعده زمستان سخت اروپا را می‌دادند. ان شاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی‌ها. اما حالا در بولتن سری مشخص شده فعلا این حکومت ایران است که از زمستان پیش رو می‌ترسد، از معترضین، از فروپاشی. ارزیابی حکومت از استراتژی معترضان در 10 فصل، از استمرار تجمع‌های محل محور گرفته و آنچه تداوم اعتصاب در روز و اعتراض در شب خواندند، با چشم‌انداز فروپاشی نظام در زمستان امسال. کارشناسان سپاه پاسداران به سلامی گفتند که معترضین یا به زعم آنها دشمنان می‌خواهند کف خیابان را زنده نگه دارند تا در فضای مجازی بر تبل پیروزی بکوبند. کارشناسانی که به نظر می‌رسد درک متفاوتی از اوضاع دارند و حس پیروزی در معترضین را محصول شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و دستور مقابله با آن را هم دادند. معترضینی که مقاومتشان در خیابان آنقدر برای نظام سنگین و البته ترسناک بوده که چندین برنامه از قول معترضین می‌نویسند، از جمله این استراتژی ششگانه از کشف حجاب بازیگران گرفته تا تداوم فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی. ترسی که الناز رکابی سنگنورد ایرانی با ارتش موهایش به جان نظام انداخت. 11 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد که بهار عربی را با تغییر نام به بیداری اسلامی مصادره کند. اینکه ملتی مثل ملت مصر این حرکت عظیم را انجام بدن، رژیم را ساقط کنن. اما حالا آنها از این میدان و مردمش ترسیدند. نویسندگان بولتن سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی معتقدند مخالفان نظام به دنبال خلق تجمعی نظیر تجمع میدان تحریر قاهره در ایران هستند، اگرچه مدعیان قرار است در این تجمع درگیری مسلحانه و کشته‌سازی اتفاق بیفتد. اما تاریخ میگوید این کاری است که دقیقاً آنها کردند. 25 خرداد سال 88 و راهپیمایی میلیونی سکوت، همراهی گسترده دانشجویان با خیزش انقلابی باعث شده آنها از تجمع‌های اعتراضی احتمالی در 16 آذر ماه در دانشگاه‌ها بیمناک باشند.
به نظر می رسد تقویم و مناسبتهایش بلای جان مقامهای جمهوری اسلامی شده. بولتن نویسان پروژه بزرگ معترضین در دی ماه را پیش بینی کردند و معتقدند احتمالاً در این ماه از یک تشکیلات بزرگ رونمایی می شود. در بولتن سری حسین سلامی از افزایش مشارکت زنان در خیزش انقلابی که به نام زن زندگی آزادی آغاز شده ابراز نگرانی شده. حضور 47% زنان در استان سیستان و بلوچستان به 53% افزایش پیدا کرده. آنها از این آمار غافلگیر شدند و میگویند در هیچ کدام از تجمع‌های قبلی اینگونه نبوده. بولتن نویسان سپاه که نمیتوانند باور کنند خیابان را طی 3 ماه به معترضین باختن، اما میدانند که باختند، مشکل را شکست در جنگ رسانه‌ای میدانند و میگویند باید روایتگری را در اختیار بگیرند. اما در این بولتن محرمانه اعتراف کردند که دستگاه عریض و طویل صدا و سیما با بودجه 1000 میلیاردی هیچ اعتباری بین مردم ندارد. آنها اعتراف میکنند، دقیقا اعتراف میکنند که نظام در مقابل این سخنان مادر کیان پیرفلک، کودک 10 ساله ایزهی که به دست ماموران امنیتی کشته شد، شکست خورده. میدونیم کیان چیکار؟ درد بجنم. بابا این دفعه رو به پلیس ها اعتماد کن، برگرد. خوبیمونو میخوان. مثلا در جا دور زد. همون رامسه دور زد برگرد که به سمت پلیس ها. چون شیشه ها بالا بود رسیدیم سمت بجنم. سیدیم دارم فکر هم میخوان تیرانزه کنیم یا هرچی. ماشین رو رگبار بستن. آن وقت خطاب به حسین سلامی مدعی اند همین صدا و سیمای بی اعتبار زمینه روانی را در جامعه برای اعدام معترضان دستگیر شده فراهم کرده. درست است که حکومت با آغاز اعتراض‌ها با محدود کردن اینترنت سعی کرده اعتراض‌ها را کنترل کند، اما بولتن سری خبرگزاری فارس برای سلامی گواهی می‌دهد نظام از خشم شرکت کنندگان در تجمعات، از برخورد با فیلتر شکن‌ها هم واهمه دارد. حضور دانش آموزان در خیزش انقلابی توجه زیادی را به خود جلب کرده. نوجوانانی که شجاعانه علیه خامنه‌ای شعار سر می‌دهند. در بولتنی سری که خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه پاسداران تهیه کرده، گفته شده که 17000 نفر از دانش آموزان کردستان، یعنی چیزی بیش از 55% کل دانش آموزان این استان در اعتراض‌ها مشارکت داشتند و در کل کشور دانش آموزان 1776 مدرسه به خیزش انقلابی پیوستند. بولتن نویسان بزرگترین دستاورد معترضین در خیزش انقلابی را فرو ریختن دیوار ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی دانستند. نیروهای مسلحی که اینچنین در مقابل قدرت اراده معترضین خل سلاح می شود. همین تجمعهای محل محور که با فراخوان جوانان محلات برگزار می شود علی خامنه ای را ترسانده، تا جایی که به سازمان تبلیغات دستور داده شبکه منسجمی را برای برخورد با معترضان در محلات ایجاد کند. بولتنی 123 صفحه‌ای که نشان می‌دهد سرتاپای نظام از خامنه ای تا فرماندهان سپاه و حتی غدارکشان خیابان‌های ایران از جزء این خیزش انقلابی و مردم ترسیدند. آنها از تک تک این معترضان می‌ترسند، از اینترنت می‌ترسند، از قطع اینترنت می‌ترسند، از شعار پشت بام می‌ترسند، از زنان میترسند، از همه. آنها خیلی میترسند. کافیست کمی گوشتان را تیز کنید. صدای لرزش دندانهایشان از ترس زمستان پیش رو از همین بولتن محرمانه شنیده میشود. مشتبه پور محسن، لندن. همراه هستیم با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن دی سی. خیلی خوش آمدید آقای سازگارا. در این بولتنی که حالا لو رفته، یعنی گروه هکری بلک ریوارد در اختیار ما گذاشته، به مطالب مختلفی اشاره شده، ولی یکی از مهمتریناش ترسی که شخص خامنه‌ای داره از اجتماعات محل محور، دلیلش چه هست؟ خیلی واضحه خامنه‌ای باید هم بترسه، برای اینکه عادت داشتن که ظرف 5 روز 10 روز حداکثر اعتراضات رو با سرکوب و کشتار و زندان و تهدید به قول خودشون جمعش کنند، ولی با ابتکاراتی که جوانها زدن، محل محورش کردن، زمان و مکان رو سیال کردن و تمام اون تمرین ها و ماشین ها و ابزار و آلاتی که داشتن بی حاصل شده.
و نمیتونن به قول خودشون لیدرها رو دستگیر کنن، نمیتونن مقابله کنن. به همین دلیل هم اعتراض بر اساس شجاعت نسل جوان ما و این تغییرات و نوآوری های تاکتیکی تونسته نزدیک 2.5 و بلکه بیشتر ادامه پیدا کنه و روز به روز هم گسترده تر شده. دلیل دیگه ترسشون این است که مثلا همین دیشب در حرکت های مردم شادی و در واقع عملا مخالفت با حکومت و سیاستاش بعد از شکست فوتبال، من امروز دیدم گزارش هایی بود که عملا نیروی انتظامی ناتوان بود از اینکه وقتی وسعت پیدا میکنه کاری بکنه و فقط خزیده بودن چند تا مراکز نظامی و حساس نیروهاشون رو گذاشته بودن برای اینکه برگردشون بود که وقتی جمعیت از یه حدی بیشتر میشه نمیتونن کنترل کنن و ممکن است که مردم در یه فرایندهایی مراکز حکومتی رو تسخیر کنن. ضمن اینکه یک ارزیابی دیگه هم که داشتن، اصلا میکنم به صحبتون، یک ارزیابی دیگه که داشتن در این بولتنها دستاورد خیزش این انقلابی رو ترس مردم که ریخته ارزیابی کردن، که به نظرم ارزیابی بسیار درستی هم هست. با توجه به این که گفته شده 16 آذر ماه خودشون منتظر هستن که اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور باشه و این ترس مردم که ریخته شده را اگه کنار هم بذاریم، میتونیم پیش بینی داشته باشیم که 16 آذر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته خب پیش بینی خیلی سخته. رفتار عمومی مردم وقتی که سراسری میشه خیلی دشواره، خیلی پارامتر است، ولی به نظرم اتفاقی که دیشب افتاد و یک مرتبه مثل این که یک چپتر دیگه، یک فصل دیگه ورق خورد در کتاب انقلاب زن زندگی آزادی و مردم قدرت خودشون رو به آزمایش گذاشتن و دیدن که تمام نیروهای اینا توی سوراخ خزیدن و جرأت نمی کنن پا بذارن، خیلی احتمال داره که فراخوان‌های گسترده‌ای که هفته آینده داده شده در محوریتش اعتراضات و اعتصاباتی است که دفاع از دانشگاه و دانشجویان در مرکزش قرار داره. بنابراین بله، خیلی احتمال داره که شاهد حرکت‌های وسیع اعتصابی اعتراضی باشیم که در این جور شبا معمولاً خامنه‌ای نباید خوابش ببره، برای اینکه هر لحظه ممکنه این جمعیت وقتی که برسه به نقطه‌ای که باور کنه زورش به حکومت میرسه، که خیلی هم در دسترسش اومخ، یک مرتبه تمام مراکز حکومتی رو بگیرن چون نیرو ندارن که وقتی انقدر گسترده میشه کاری بکنن. سپاسگزارم از شما. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن دی سی همراه ما. منابع نزدیک به خانواده مهران سماک به ایران اینترنشنال گفتند شب گذشته این جوان 27 ساله در پی تیراندازی ماموران امنیتی در انزلی کشته شد. مهران سماک همراه نامزدش پس از باخت تیم فوتبال به آمریکا با خودرو به خیابان آمده بود که با تیراندازی مستقیم ماموران به سرش کشته شد. خانواده پیکر او را از بیمارستان با خود بردند. همچنین گزارش‌هایی رسیده به ایران اینترنشنال که هاکیست ماموران امنیتی با خانواده بر سر پیکر سماک درگیر شدند. تعدادی از خانواده و دوستان این جوان بازداشت شدند. فرمانده انتظامی در بندر انزلی هم با تایید خبر کشته شدن این جوان مدعی شده که او با سلاح شکاری کشته شده. تصاویری ببینیم از مراسم خاکسپاری مهران سماک که در تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوب در بندر انزلی کشته شد. خانواده و جمعی از دوستان ارشیا امام قلی‌زاده، نوجوان 16 ساله‌ای که چند روز پس از آزادی خودکشی کرد، بر سر مزار او در هادی شهر آذربایجان شرقی گرد آمدند. زنی در این مراسم فریاد می‌زند: چرا حرف نزنم؟ به این جوان‌ها رحم کنید. Niye lan karı da? Hani tanımırdım bu uşağı kadını sana. Tanımırdım.
دال با هم بگیریم امیسی تان ایران فقط نوان تزا دال کالاتی ابونا را رحمین یه یک تزا بونا را منی من نبنی نوبری امروز چهارشنبه مراسم سوم شورش نیکنام از جانباختگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در روستای قلعه جوقه مهاباد با حضور مادر، همسر و دختر کوچکش هم برگزار شد. آره الله تو آرزوی خوی بود. آره الله بودم تو بلکاری لکن من بود. هر دیکو شهید بم. هر دیکو شهید بم. شهادت پیروز بشه. شهادت پیروز بم. 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 دستانم. حق دستانم شورش. شورش شد نبود حق دستانم. شورش حق دستانم شد. اتحاد پزشکان ایران در فراخوانی از جامعه پزشکی درخواست کرده تا درباره علت مرگ مشکوک معترضانی که از زندان آزاد می‌شوند و گفته می‌شود خودکشی کردن تحقیق کند. در این فراخوان آمده گزارش‌هایی از تزریق موادی در زندان به این افراد منتشر شده که موجب نگرانی است. اینجا در استودیو همکارم لیلا سعادتی با ما همراه شده. میدونم که لیلا بیشتر این موضوع رو دنبال کردی، جزئیات چه هست؟ آره الناز، به هر حال ما میدونیم که در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر مواردی وجود داره که ما تو اونجا که اطلاعات به ما رسیده اینجا در واقع پوشش دادیم اخبارش رو، حداقل سه نمونه رو داریم که بعد از اینکه از زندان آزاد شدن دو سه روز بعد گفتن که خودکشی کرد. مثلا یلدا آقافضلی 19 ساله تهران بوده، صدا هم ازش هست بود، یعنی منتشر کردیم که گفته که اصلا شکنجه هم میشد اونجا. ارشیا امام قلی 16 ساله جلفا بوده که تازگی این اتفاق افتاد، و حسین زرینجویی هم هنرمند خرم‌آبادی بوده، این اتفاق واسش افتاده. و به هر حال الان ما داریم میبینیم که یه تعدادی از پزشکان، جامعه در واقع پزشکان شروع کردن و دارن یه تحقیقاتی انجام میدن. این اتفاق خیلی مهمی هست از جانب جامعه پزشکی. به هر حال اونا میدونن، به هر حال شاید ما خیلی چیزا نبینیم، ولی اونا مشکوک هستن به این که چه اتفاقی در زندان برای اینا میفته. در واقع هم اتحاد پزشکان جامعه هستش که بیشتر هم در اعتصاب، یعنی فراخوان‌های زیادی رو در روزهای و ماه‌های اخیر هم داده بود برای اعتصاب جامعه کادر درمان و پزشکان. ببین چیزی که این پزشکان الان بهش مشکوک هستن این هستش که گفتن که، یعنی اصلا باور ندارن که اینا خودکشی کردن و گفتن این فوت اینا مشکوک هست. گفتن که گزارش‌های زد و نقیضی هستش که ممکنه به اینا در زندان زمانی که حبس هستن چیزی تزریق شده باشه، دارویی تزریق شده باشه. اینا میگن که ما میدونیم و ادله و مستند داریم که در دهه‌های اخیر جمهوری اسلامی در زندان‌هاش برای کشتن افراد از پتاسیم استفاده کرده و اینو ما میدونیم و ممکنه که دوباره این دارو استفاده یا داروی جدیدی یا تزریق جدیدی، کپسول جدیدی هستش که در زندان ها به این افراد ممکنه داده بشه و بعد از دو سه روز عمل میکنه و اینا فوت میکنن. و خواسته که ما چون فقط یعنی مشکوک هستن، میخوان که هر پزشکی اطلاعاتی داره، هر کمکی میتونن بکنن، بیان و جمع بشن و این تحقیقاتو انجام بدن، ببینن که این چقدر میتونه صحت داشته باشه و اینو خودکشی نباشه. لیلا همچنان با ما بمون، ما همراه میشیم با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند انگلستان، از همیشه همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. صحبت ها رو شنیدیم آقای دکتر. بحثی که الان مطرح هست اینه که خیلی معترضا بعد از اینکه آزاد میشن دو سه روز بعد خبر میاد که خودکشی کردن، به این موضوع مشغول شدن. الان جامعه پزشکی بر این باوره که ممکن است یه چیزی بهشون تزریق کرده باشن. شما برای ما بیشتر توضیح میدین همین پتاسیم که شاید لیلا به اون اشاره کرد، این دقیقاً چه هست یا چه موادی میتونه احیانا باشه که دو سه روز بعد عمل بکنه و باعث بشه که یا طرف خودکشی بکنه یا اینکه به واسطه اون موادی که بهش تزریق شده یا خورانده شده بمیره؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. البته در رابطه با خودکشی و مسائل مرتبط با نوروبیولوژی خودکشی، خب تحقیقات بسیار زیادی در دنیا شده. یکی از مشکلات بزرگ اکثر جوامع دنیا هست مسئله خودکشی، که در واقع نمیشه فقط با یک مسئله توجیهش کرد. علتهای مختلفی میتونن باعث ازدیاد خودکشی در یک جامعه بشن. تا اونجایی که ما اطلاع داریم، تا اونجایی که علم پزشکی به ما نشون داده، به هر حال یک بخشایی از مغز ما در رابطه با عواطف ما عمل می‌کنن، قسمت‌های قدامی، قسمت‌های بخشایی از جلوی مغز ما
قسمت مربوط به نزدیک پیشانی مغز ما با عواطف و احساسات ما در ارتباط هستند و تحقیقات بیولوژیک و تحقیقات عصب شناسی نشون داده کسانی که تمایل به خودکشی دارن در واقع اختلالاتی در این قسمت ها از مغزشون ایجاد میشه و این اختلالات عموما ناشی از به هم خوردن تعادل هورمون هایی که در این قسمت از مغز عمل میکنن. خب دیدیم مثلا کسانی که دچار افسردگی میشن تمایل بسیار زیادی به خودکشی دارن و به هر حال در مواقع مختلف این اتفاق میفته، ولی نکته که باید اینجا بهش توجه کرد اینه که وقتی یک مسئله خاص باعث افزایش میزان خودکشی در جامعه میشه حتما باید مورد مطالعه قرار بگیره. ببینید همین استرس روحی و روانی که به جوانها و به افرادی که حالا بازداشت میشن توی سنین جوانی نوجوانی اینها میتونه بخشی از همین عوامل همین مسئله که اصلا مشکوک هست که مسئله واقعا خودکشی بوده باشه، همین که واقعا آیا این خودکشی هست یا نه مشکوکه، چون حداقل در سه مورد ما داشتیم که بعد از اینکه آزاد شدن به فاصله 2 یا 3 روز اعلام شد که خودکشی کردن و اصلا مشخص نیست که به چه وسیله خودکشی صورت گرفته. بله ببینید در رابطه با دارویی که مطرح کردید مثلا پتاسیم، ترکیبات مختلف پتاسیم هم برای خودکشی استفاده شدن، یعنی کسانی که میخواستن به نحوی خودشون رو به هر حال جانشون رو بگیرن از خودشون از ترکیبات پتاسیم مثل پتاسیم آسپارتات، پتاسیم کلوراید استفاده کردن و هم در تحقیقاتی نشون داده کسانی که این ترکیبات رو به هر حال حالا یا دریافت کردن به عنوان دارو یا به هر شکلی تمایل به خودکشی در اونها افزایش پیدا کرده. یک مقاله ای رو اخیراً میخوندم از 2 مورد که گزارش پزشکی قانونی نشون میداد به خاطر استفاده از ترکیبات مربوط به پتاسیم تمایل به خودکشی در افراد زیاد شده و بعد این افراد به هر حال مرتکب خودکشی شدن. یعنی خود تزریق یا استفاده پتاسیم باعث کشته شدن یک فرد نمیشه، باعث میشه که میلش به خودکشی رو فقط افزایش بده؟ هم اگر با مقدار بسیار زیاد یک جا استفاده شه میتونه باعث مرگ بشه و هم در دوزهای کمتر مقادیر کمتر میتونه تمایل به خودکشی رو زیاد کنه. اینه که من فکر میکنم بهترین و تنها راهی که میتونیم متوجه شیم آیا همچین اتفاقی در ایران و زندانهای ایران میفته این است که تمام عزیزانی که حالا به هر دلیل از زندان آزاد میشن یه آزمایش خون ساده بدن، ترکیبات املاح مختلف رو در خونشون، یه نمونه آزمایش خون ساده میتونه نشون بده آیا این افراد در بیمارستان تحت تزریق مواد خاصی بودن یا داروهایی مثل پتاسیم بودن یا نه. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه سندرلند انگلستان از همین شهر همراه ما. جعفر ابراهیمی معلم و زندانی سیاسی در نامه‌ای به معاونت قضایی زندان اوین از نگهداری خود در شرایط غیر انسانی طی 12 روز بستری در بیمارستان برای درمان خبر داده. او نوشته در این مدت تحت نظر 3 محافظ قرار داشته. در این نامه آمده که به تازگی هم منتشر شده او گفته با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده و اجازه ملاقات یا گفتگو با خانواده و وکیلش را نداشته. او این شرایط را مصداق شکنجه جسمی و روحی زندانیان تحت قوانین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانسته است. شمسیه عباس علیزاده استاد گروه زنان علوم پزشکی تبریز طی حکمی از حضور در دانشگاه و فعالیت‌های آموزشی منع شد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند حمایت او از خیزش انقلابی و اعتراض‌های دانشجویی علت صدور این حکم بوده است. کمپین فعالین بلوچ گزارش داده ابراهیم ریگی پزشک بلوچ 24 ساله که مهر ماه سال جاری در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود در پرونده‌اش به محاربه و افساد فلرز متهم شده. به گفته منابع آگاه در پرونده او اتهام لیدری اعتراض‌ها به او زده شده است. لیلا همچنان اینجا در استودیو با ما همراه هست، از اتفاقاتی که افتاده در این ارتباط برای ما بگو لیلا.
در واقع یا حکم در واقع توی پروندهشون افساد فعل عرض داده شده، یا همجوری که هم که در مورد خانه عباس علیزاده گفتی ایشون عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستن، خب برای مثل بقیه دانشجوها باز دیدی که چقدر ممنون ورود هستن، ایشون هم کاملا ممنون ورود شدن از حضور در دانشگاه و معلوم نیستش که بعدش قرار هستش که چه اتفاقی واسه شون بیفته و کاملا میخواد در واقع اخراج بشن یا نه. ایشون در واقع با دانشجویانی که اعتراض میکردن در صحن دانشگاه با اونا بوده، همراه اونا بوده، به ویژه با بعد از کشته شدن آیلر حقی که دانشجو بود در اونجا، و همچنین آقای ابراهیم ریگی هم که 24 ساله اهل زایدان بوده که اون لیدری اعتراضات رو بهش دادن و تو حکمش در واقع تو پروندهش افساد فعل عرض بوده. متشکرم ازت لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به تبعیض ساختاری و دستمزد پایین پرستاران گفته هر ماه 100 تا 150 نفر از پرستاران درخواست گواهی مهاجرت میکنند. عباس عبدی گفته با وجود جلسات متعدد در نهاد ریاست جمهوری برای جذب 20,000 پرستار هنوز مجوز این کار صادر نشده است. عبادی تعداد پرستاران حال حاضر را به ازای هر 1,000 ایرانی کمتر از 1 نفر اعلام کرده، در حالی که این رقم باید 2.5 نفر باشد. تعدادی از پرستاران به مناسبت روز پرستار با انجام حرکت نمادین مقابل ساختمان نظام پرستاری در تهران از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کردند. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان در دادگاه انقلاب بوکان برگزار شد. دادگاه مسعود کردپور او را به اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم کرده. کردپور 29 شهریور ماه در خانه اش در بوکان دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. سعید مدنی جامعه شناس و زندانی سیاسی ممنوع الملاقات شد. به خانواده او هنگام مراجعه به زندان اوین برای ملاقات هفتگی گفته شده سعید مدنی 3 هفته ممنوع الملاقات خواهد بود. این پژوهشگر مسائل اجتماعی 7 ماه پیش بازداشت شد. کانال تلگرام کیوان صمیمی از فشار بر این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی خبر داده و نوشته بنا به دستور مسئولین امنیتی پرونده کیوان صمیمی به 2 ماه قطع مکالمه تلفنی محکوم شده، اما حالا با وجود پایان این دوره محرومیت فقط اجازه دارد به طور محدود و در حضور مأموران گفتگوی تلفنی داشته باشد. سازمان حقوق بشر ایران در مورد خطر اعدام قریب الوقوع معترضان از جمله محاکمه دست کم 3 کودک با اتهامات مرگ‌آور هشدار داده. این سازمان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی خطر اعدام برخی از معترضان در آینده نزدیک را جدی تلقی کرده و از کشورها خواسته روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند. همراه میشیم با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. خیلی خوش آمدید آقای امیری مقدم. بیشتر در ارتباط با نگرانی که عنوان شده از توی سازمان حقوق بشر ایران برای ما توضیح میدید. بله، درود بر شما. ببینید در هفته‌های اخیر خب اخبار زیادی در مورد محاکمه تعدادی از دستگیر شدگان رسیده که خیلی از اونها با اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل عرض روبرو هستند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازاتش اعدام هست. چیزی که ما رو به طور خاص نگران میکنه صحبت‌های امروز اژه‌ای رئیس قوه است که در مورد بعضی از موارد صحبت کرد و گفت که برخی از این احکام در دیوان عالی تایید شده، یعنی که در مرحله اجرا هستند، و به همین دلیل ما فکر میکنیم که احتمال اعدام قریب الوقوع معترضانی که محکوم به اعدام شدند وجود داره. اینو باید در واقع تاکید کنیم که هیچ کدوم از این افراد دادرسی عادلانه نداشتند، دسترسی به وکیل نداشتند و در حال حاضر حدود 26 نفر هستند که که با چنین اتهامات روبرو هستند، دست کم بر اساس گزارش های رسمی، و تعدادی از اونها هم حدود 6 نفر احکامشون صادر شده و نمیدونیم چند نفر احکام صادره توسط دیوان عالی به تایید رسیده.
آقای امیرمقدم، سازمان حقوق بشر ایران خواسته که اون کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن با جمهوری اسلامی روابطشون رو قطع بکنن. فکر میکنید اونایی که روابط دیپلماتیک همچنان دارن با ایران به چه نحوی میتونن تأثیر گذار باشن روی روند این دادگاه و قطع ارتباطشون چه تأثیری میتونه بذاره؟ کوتاه فرصت داره. ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در واقع نخواسته که روابطشون رو قطع کنن. ما خواستیم که کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند تلاش بیشتری کنند برای اینکه از این اعدام‌ها جلوگیری بشه و خب عفو بین‌الملل هم درخواست کرده بود که کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن تقاضا کنند که سفراشون یا نمایندگانشون در تهران در برخی از این دادگاه ها حضور داشته باشند. ما فکر میکنیم که در حال حاضر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند برای اینکه رابطه دیپلماتیک رو در واقع بشه توجیه کرد باید بتونن از این روابط استفاده کنن برای اینکه از این اعدام ها جلوگیری کنن و به جمهوری اسلامی پیامی بفرستند که اعدام معترضان قابل تحمل نخواهد بود و ما امیدواریم که اینطور باشه. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مناسبت 29 نوامبر روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر به زنان ایرانی ادای احترام کرد. رابرت مالی در توییتی نوشت: به زنان و دختران ایران که خطر دفاع از کرامت و آزادی‌های بنیادین انسان را به جان خریده‌اند احترام گذارده و از آنها قدردانی می‌کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فاطمه حبیبی و اهدیه کیانی بازیگران تئاتر و تلویزیون بازداشت شدند. همچنین در روزهای اخیر سهیلا گلستانی که حجاب اجباری از سر برداشته بود و حمید پورآذری کارگردان تئاتر بازداشت شده بودند. جمعی از دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در حمایت از حمید پورآذری و سهیلا گلستانی در بخش نمایش و موسیقی این دانشگاه تحسین کردند. دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی تبار در بیش از 200 دانشگاه سراسر جهان اعلام کردند با برگزاری تجمعاتی از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. دانشگاه‌های استنفورد، جورج‌تاون، کالیفرنیا، آمستردام و سیدنی از جمله این دانشگاه‌ها بودند. تجمعاتی در آن برگزار شد. حمایت دانشجویان ایرانی خارج از کشور در حالی است که دانشگاه‌های ایران از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تا کنون کانون اعتراض‌ها و اعتصاب‌های دانشجویان بودند. همکارانم نیلوفر منصوری از ایالت کالیفرنیا و مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما همراه شدند. نیلوفر، با تو شروع بکنیم. از تجمعاتی که امروز بوده در چه دانشگاهی و چطور گذشت؟ بله الناز، از نوشیروانی تا فردوسی و تا شریف شما تنها نیستید. این پیامی است خطاب به دانشجویان ایرانی در داخل ایران که امروز در غرب آمریکا شنیده میشه. من در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هستم، در لس آنجلس، جایی که همزمان با 200 دانشگاه معتبر و بین المللی در سراسر جهان گروهی از ایرانیان قرار تجمع کنند. تا دقایق دیگه این تجمع آغاز میشه، قرار سخنرانی های ایراد بشه، بیانیه قرائت بشه در اعلام همبستگی با خیزش انقلابی ایرانیان و در محکوم کردن سرکوب، کشتار و بازداشت‌های گسترده دانشجویان در بیش از 60 شهرهای مختلف ایران. این رویداد در نوع خودش کم سابقه است، برای اینکه ما می‌بینیم که در امروز در بیش از 150 شهر جهان دیاسپورای ایرانی بار دیگر متحد شده که دور هم جمع بشن برای اعلام همبستگی با مردم داخل ایران و انقلاب اونها در ایران. اتحادی که همزمان شده
شده با نزدیک شدن به نیمه آذر ماه و مصداق داره با روز دانشجو 16 آذر که خیزش انقلابی ایرانیان با گسترش اعتراضات در خیابان‌ها و گسترش اعتصابات قرار وارد فاز تازه‌ای بشه. امروز اما الناز دانشگاهیان مسائل مربوط به ایران رو وارد حیطه آکادمیک کردن، در واقع نقض حقوق دانشجویان و دانش آموزان رو کانون توجهات بین المللی قرار دادن، مسائلی که امروز بیش از هر روز مورد توجه نهادهای حقوق بشری است. ما می‌بینیم که امروز علاوه بر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که من درش هستم، UCLA، UC Irvine، UC Berkeley، دانشگاه‌های دیگری در غرب آمریکا و در بیش از 25 شهر در مرکز و شرق آمریکا ما شاهد چنین تجمعات، سخنرانی‌ها و سمینارهایی داخل محوطه‌های دانشگاهی هستیم تا همصدایی کنند با دانشجویان، اساتید و نخبه‌های ایرانی که در داخل زندان هستند، در ایران در بازداشت هستند. جان اونها در خطره، اما همچنان در برابر سرکوب‌ها و تهدیدها مقاومت می‌کنند. خب از کالیفرنیای آفتابی بریم سراغ مهسا. مهسا فکر کنم برف هم شروع شده. الناز، امروز در یک هوای بسیار سرد در تورنتو ده ها نفر از دانشجویان ایرانی اینجا شرکت کردند به فراخوان انجمن دانشگاهیان ایران برای آزادی که در این تجمع شعارهای همونطوری که میبینی سر داده شده. چیزی که توجه من رو جلب کرده اینه که دانشجویان در این دانشگاه میتونن به راحتی تجمعهایی رو برگزار بکنن، اما همین دوستان، همین کسانی که اینجا هستن شاید در ایران این آزادی عمل رو نداشته باشن، صدای اونها شنیده نشه و کسانی که اینجا این تجمع ها رو برگزار میکنن همزمان در بیش از 200 دانشگاه در 37 دانشگاه در کانادا، اینها کسانی هستن که صدای دانشجویان ایرانی رو به گوش جهانیان میرسونن. در میان این جمعیت کسانی هستن که بارها فراخوان هایی رو دادن و تجمع هایی رو تشکیل دادن و به آگاهی رسانی به جامعه غیر ایرانی در زمینه خیزش انقلابی مردم داخل ایران کمک کردن. در کنار خودم یکی از این افراد رو دارم، سارا شریعتی، که دیدم تجمعهای زیادی هم خودت شرکت میکنی هم فراخوان میدی. میخوام از سوال بکنم که آوردن این تجمعها به فضای دانشگاه چطوری میتونه به دانشجویان ایرانی و خیزش انقلابی کمک کنه؟ به نظر من این تجمعات دو تا پرپس رو، دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی اینه که ما به دوستامون تو ایران نشون بدیم که صداشون رو لحظه به لحظه هر روز میشنویم. آهنگی که اجرا خواهیم کرد اینجا یکی از آهنگایی که تو خود دانشگاه های ایران خونده شده و آهنگ سوگند هست. ما میشنویم، میبینیم هر چقدر هم جمهوری اسلامی بخواد دانشجوها رو چه زندانی کنه، چه تعلیق کنه که صداشون رو خفه کنه، این صداها خفه نمیشه و ما با این تجمعها این اهداف جمهوری اسلامی رو توی خارج از کشور هم میبندیم و نمیذاریم و دست و پای جمهوری اسلامی رو توی کشورهای خارجی میبندیم و نمیذاریم این ور هم بتونن برای خودشون دنبال اهداف نرمال سازی شرایط ایران توی کانادا یا آمریکا یا هر کشور دیگه ای باشن. ممنونم از تو سارا شریعتی، کسی که در تجمعهای گوناگون فراخوان داده و شرکت کرده. در کنار دیگر کسانی که در این تجمع شرکت کردن میبینم که جمعیت همچنان داره زیاد میشه، افراد غیر ایرانی هم در این تجمع شرکت کردن. در راهرویی که در دانشگاه می اومدن پوسترهای مهسا امینی، زن زندگی آزادی و نمادهای از خیزش انقلابی مردم ایران هم به چشم میخورد. الناس متشکرم ازت مهسا. از هر دوی شما ممنون، مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا و نیلوفر منصوری از لس آنجلس کالیفرنیا همراه ما بودند. دانشجویان دانشگاه چالمرز در شهر گوتنبرگ سوئد هم با برگزاری تجمع از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و بازداشت شدگان این اعتراض‌ها حمایت کردند. ممنون که تا این لحظه با ایران اینترنشنال رسانه خودتون همراه بودید.